سلام، با ویژه برنامه در گذشت نابه هنگام مارشال محمد قاسم فهیم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان خوش آمدید. بیننده عزیز، شما میتونید این برنامه را از طریق تلویزیون خورشید و رادیو خورشید همچنان بشنوید. مهمانانم آقای مولوی عبدالمالک زیایی، یک تن از علما و فرهنگیان دوران مقاومت و جهاد، آقای نصارالدین بریاله رئیس شورای ولایتی کابل و یک تن از همسانگران آقای مارشال محمد قاسم فهیم و آقای ولی ولا لبیب استاد شریعت پانتون علی بیرونی هست. بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز. سلامت باشید آقای زیایی. خب خاطرات را که شما از دوران جهاد از آقای مارشال فهیم دارید، شخصیت مارشال محمد قاسم فهیم در دوران جهاد چگونه یک شخصیت؟ هم بسم الله الرحمن الرحیم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، صدق الله مولانا العظيم. وفات نابهنگام مارشال محمد قاسم فهیم یک مرتبه دیگه ملت ما را به سوک نشان. الله پاک در حقشون مرحمت بکنه، الله پاک برای فامیلش و بازماندگانش صبر جزیل نصیب بگرداند، به خصوص برای ملت مسلمانی که در شدیدترین بحرانهای سیاسی و نظامی ما قرار داریم، برای ملت ما هم صبر نصیب بگرداند. بررسی خاطرات 40 ساله یک انسانی که عمرن در مبارزه گذشتانده، به یک ساعت و نیم ساعت مباحثه روی میز ما و شما کفایت نمی کنند. آنچه که باید گفت گوشه های از برجستگی مارشال صاحب محمد قاسم فهیم در افغانستان باید یادآوری کرد که یک تن از مجاهدین متفکر از یک خاندان علمی سر برآورد. خوب در این دریز که از مدرسه بیرون شد، که البته مدرسه خانوادهش است، بعد به علوم دینی رو میارد که بعد از خواندن مدارس حوزوی دارالعلوم کابل فرا میگیره علومشه، بعد راهی جهاد میگردد. یک انسانی که تجهیز بر علم است، تجهیز بر تفکر است، تجهیز بر اخلاقیات است. ما شما میفهمیم که مبانی جهاد یا مبانی حرکت ها یا مبانی انقلابات علم و اخلاق تشکیل میده. از یک سو اخلاق است که انسان کنترل میکنه و از یک سو علم راهکار دیگر است که انسان بر مسیر قدرت سیاسی یا برو اهداف بلند و شامخی که داشته باشد نائل میگرداند. مارشال صاحب در زمان جهاد بزرگترین یک قمندان با روحیه، شخص با عطوفت، شخص سنگردار، مدیری بسیار قوی، مدیریت بسیار قوی داشتند و در عین زمان کسی بود که اشتغال بر مطالعه داشتند، به خصوص بر کتب متصوفین بیشتر رو آورده بودند، کتاب های امام غزالی را زیادتر می خوندن، بخش های از صوفیه قدیم کتابهایش را جمع کرده بود بیشتر می خوندن، به خصوص به کتاب مولانای روم بیشتر علاقه داشتند و بیشتر او را گاه گاه در سر بسا عناوین و مطالبش تحقیق می کردن و پرسپال زیاد داشتن. علاوتاً که یک انسان سنگردار بود، یک آدمی بود که در مرکز قدرت علم قرار داشت و این شاخصه یک مجاهد یا شاخصه یک مسلمان در سراسر کشورها، چی در کشورهای روی هم رفته پیش رفته و چی در کشورهای غیر پیش رفته، امیز که هر او انقلابیه که یک هدف مشخص نداشته باشد، انقلاب هرگاهی که پیروزم میشه به ناکامی میروه. و اینا یک انسان هدفمند بودن، یک انسانی بودن که برداشت از کتاب خدا داشتن، برداشت از سیره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. در مدیریت کارهایشون که بعد از این در پنجشیر تقریبا قدرت نظامی در مقابل روسها به نقاطی باید تبدیل شود و بگسترد که روسها در او زمان نتونن که خود به آسانی جمع کنن و خود نتونن که احساس موجودیت در یک نقطه و یا به نقطه دیگری بکنن. مارشال محمد قاسم فهیم به حیث یکی از جمله قماندانای بسیار پیشتاز، آدم با روحیه، روانه اندراب میشه، جنگ در بغلان شروع میشه و در اون زمان که تنظیم ها ما شما میفهمیم، تنظیم های سیاسی یا تنظیم های اسلامی
هر کدامشان به اوج قدرت خود رسیدگی بود. حزب اسلامی به خصوص که در اندراب در زمان حضور بیشتر داشتند و گوشه هم اندراب و بغلان به دست حرکتیا بود. وقتی که مارشال محمد قسیم فهیم سنگر خود در اندراب افراز میکنه، تمامند احزاب اسلامی دیگری به این رو میارند، در زیر یک قمانده به استثنای بسا چند قماندانی که در روز زمان نخواستند که جهاد پیروز شود یا حربه به دست دشمن بودند، خدا ببخشدشون، همهشون شهید شدین. مارشال محمد قسیم فهیم با یک تدبیر عالمانه تانست که در روزمون جبهه دیگری را پشت یا عقب جبهه پنجشیر بگشایند که جبهه اندراب است. بعدها ما میبینیم که جه هم انکشاف میکند، مشاور بسیار نزدیک احمد شاه مسعود مرحومی قرار میگیرند که هیچ یکی از حرکتهای قهرمان ملی ما شما بدون مشوره یا مشورت گرفتن، بدون درمیان گذاشتن بخش های نظامی و سیاسی، بدون مشوره مارشال محمد قسیم کار را انجام نمیدادن. تشکر آقای بریالای. خوب شناخت را که شما از مارشال محمد قسیم فهیم داشتین و یکی از همسنگرانش بودین، مارشال محمد قسیم فهیم چگونه یک شخصیت داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان های برنامه. جا دارد که از این پروگرام پیام تسلیت خود به مردم عزیز کابل و اعضای محترم شورای ولایتی کابل به جناب جلال وهاب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای کابینه، مجاهدین افغانستان، ملت غیور افغانستان و خانواده محترمشان تقدیم بکنم. با وجود اینکه ما در این فرصت فکر میکنم که وقتی که ما یاد میکنیم که مارشال مرحومی بگویم ستار سخت تموم میشه بالای ما، با وجود اینکه کل ما به یقیده هستیم، از مرگ هستیم و آخری منزل ما هم بجاست، مگر به خاطر اینکه ما دائم پی در پی زخم خوردیم و یک زخم ما جور نمیشه دیگه زخم میخوریم. به این لحاظ بالای ما مردم میگه همسنگرایش بودیم و در ضمن همسنگری رفیقی بودیم، سخت تمام میشه. خب به هر صورت چیزی که خداوند کرده ما به او عقیده هستیم و از او شکرانه میکنیم. ما از سال 1362 که نوجوان بودم در دره پنجشیر با جناب مارشال صاحب و قهرمان ملی کشور و بزرگای دیگه که در سنگر جهاد قرار داشتیم و این سلسله پیش رفتیم. با وجود از اینکه دور جهاد برای کلگی ثابت است که یک دور بسیار مشکل انگیز بود و جنجالات زیاد بود، ما شناختی که از جناب مارشال صاحب داشتیم، این بزرگ مرد تاریخ در هر زمان در جبهه و در هر شرایط با مجاهدین یک رفتار بسیار نیک و حسنه داشت و با تمام مجاهدین که با این روابط داشت روابط بسیار خوب داشت و با هر شخص هر شکلی کنا خوش می بودن، با اون شکلی صحبت میکرد و او را با اون شکل خوش می زاد. چون ما زیادتر در سنگرهای جهاد و مقاومت هم را دینا بودیم و خصوصا در دور مقاومت که دور بسیار پر جنجال و دور بسیار سختی بود، وقتی که دشمن بالای ما در جنوب کابل، در شمال کابل، در شرق و غرب، در جبهه که با ما می بودیم تعرض میکرد و فشار بسیار زیاد می آورد، ما وقتی که صدای مارشال صاحب در مخابره، در وقت ما مخابره ها داشتیم، صدای جناب مارشال صاحب که می آمد، دیگه شاید که دوستا از طریق تلویزیون ما را بشنوه، مردم یا مجاهدینی که در اون جبهه می بودن خود به خود مورال می گرفتن و خود به خود روحیه می گرفتن و به هر شکلی که می شد، هر فشاری که می آمد، مقاومت می شد و دشمن می تانستن تارمار بکنن. به این لحاظ ما با وجودی که سنن خرد بودم در دور جهاد و در دور مقاومت، بخش عظیم جنوب کابل و بعدا در شمال کابل مسئولیت سوق اداره یک جبهه را به دوش داشتم و تحت اداره جناب مارشال صاحب که در کابل بود، ما در جنوب کابل
در مقاومت قرار داشتیم و دفاع از وطن قرار داشتیم و در شمال کابل بعدن که وزیر صاحب دفاع فعلی در راست جبهه بود و جناب مارشال صاحب به خاطر مشکلاتی که زیاد شد بالای مجاهدین شمال اینا به ولایت تخار رفتن و جبهه شمال به دست گرفتن و باز هم وقتی که مارشال صاحب به پنجشیر می آمد یا به پروان می آمد مجاهدین شمال کابل هم دعوت میکرد، با اینا دیدن میکرد و روابطی که داشت او را حسنه نگاه میکرد. و بعد از اینکه حکومت اسلامی مجاهدین پیروز شد ما به کابل آمدیم یک دوره و دوره که شکست کردیم و دوباره آمدیم که یا به صفت وزیر دفاع و وزیر امنیت و معاون اول رئیس جمهور بودن. شاید که دوستایی که اینجا حضور دارن اینا هم همسنگرهای جناب مارشال صاحب هستن. او روابطی را که در دور جهاد و مقاومت با مردم داشت، با مجاهدین داشت، یقین بکنید در دور ریاست جمهوری و معاونیتش و وزارت دفاعش و معاونیت اول و وزارت امنیت همچو یک برنامه داشت و هر زمانی که ما میخواستیم به در مارشال صاحب رفته میدانستیم، به دفترش رفته میدانستیم، هر مشکلی که میداشتیم متوجه ما بود و هر زمان از ما حمایت میکرد و ما به این عقیده بودیم که ما یک کسی بعد از شهادت قهرمان ملی کس دیگه داریم که او از ما حمایت میکنه و ما را رهبری میکنه و ما را دستور میده و با ما همکار است و از ما دائم هر یکی گزارش میخواه. شخص خودم در شورای ولایتی ولایت کابل مدت 4 سال شد در شورای ولایتی هستم و در 4 سال رئیس شورای ولایتی بودم. مگم هر زمان تلفن میکرد از طرف شب از ما پرسان میکرد که وضعیت شورا چی است، بچه ها چی خیلی است، همه مشکلاتی که داری چی است و چی مشکل داری در شورا و با روابطت با مردم چطور است و برای ما دستور میداد که روابطت با مردم خوب باشه، تلاش بکو، کار بکو، زحمت بکش، مردم کابل خوش نگاه بکو، مشکلاتشون با هر کجایی که داشتی اگر حل نشد با اداره ما روان بکو که ما از این طریق مشکلتان حل بکنیم که مردم کابل بسیار رنج دیدین، بسیار تکلیف دیدین، بسیار زحمت دیدین، باید کسایی که از اینا نمایندگی میکنه حد اقل شکر به یا رسیدگی کرده بتانه. تشکر آقای لبیب. خب با وفات و در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم یک خلا در سطح حکومتداری و در افغانستان به وجود آمد. حال فکر میکنید که این خلا چقدر میتونه که باعث مشکل شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. بسم الله الرحمن الرحیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات و قتل انقلبتم علی عقابکم صدق الله مولانا العظیم. در مکتب اسلام یا در دنیای بشریت ای حادثه اول نیست و آخرم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم که رهبر جهان اسلام است و این مکتب را رهبری کرد، زمانی که در غزوه احد برش کمی تکلیف رسید و صدا شد که گویا پیامبر علیه السلام شهید شده، یک ترس و رعب در قلب مردم افتید. آیت مبارک نازل شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، نیست پیامبر مگر یک رسولی بود که مانند ازی پیامبران گذشته آمدن و رحلت کردن. و این مشکل زمانی که پیامبر علیه السلام عملا رحلت کرد، یک سراسیمگی بسیار شدید در مدینه رخ داد و دشمنان اسلام، دشمنان دین فکر کردن که به رفتن پیامبر خدا مکتب اسلام هم شاید جمع شود و شاید از بین برود، ولی نفهمیده بودن که قرآن کریم وعده داده که مکتب اسلام مکتبی است که پایدار در هر زمانی همسنگران عظیم و شاگردان عظیم مکتب اینها میاین ادای مسئولیت میکنن و میروند. میم در موضوع ازی که جناب مارشال صاحب فهیم رحمت الله علیه اینا که وفات شدن به واقعیت بزرگ، وفاتی از اینها، مرگ از اینها برای جهاد افغانستان و برای مجاهدین افغانستان یک صدمه بسیار بزرگ است، ولی ما مطمئن استیم به اساس صراحت قرآن کریم
خون شهید ضایع نمیشه که این شهدا خونایشان ریخته و ما معتقد استیم و بر مجاهدین به اساس قرآن هم بشارت میتیم که سنگر ادامه پیدا میکنه، خداوند این سنگر به پیش میبره، ولو که دشمنان اسلام خوش شده باشند که یک مرد سنگر و مرد قلم و مرد چوکی از اینجا دور شده، ولی عظمت و بزرگیش خداوند نگاه میکنه. از لحاظ جهاد و از لحاظ اسلام انشاءالله ما با پیش میریم، ما در شکست نیستیم، خدا همراه ما است. ما این موضوعات را زیاد دیدیم. در قسمت حکومتداری طبعا یک خلای نسبی به میان آمده که این خلا انشاءالله پر میشه وقتی این حکومت هم کمتر مانده است و قدر گپ نیست و در این قسمت ما نگرانی نداریم، اما در او بخش ما هیچ نگرانی نداریم. بر تمام مجاهدین بشارت کامیابی خود را میتیم و شخصا اما دید معمیز که شهادت احمد شای مسعود رحمت الله علیه یک تغییر جهانی را در اینجا به میان آورد، دنیا را تکان داد. امیدوار استیم که مرگ ازی هم پیروزی های متعدد دیگر بر ما بیشتر بسازه و دروازه های رحمت خداوند برای ما بیشتر باز شوه و ما بتانیم یک دست واحد ما متحد شویم و انشاءالله یک اسباب اتحاد هم است که بر مردم بگیم که ما یک عظم ما از بین برود، ما ضعیف نمیشیم، ما کم جرأت نمیشیم. به واقعیت جرأت ازی، شهامت ازی، دیانت ازی، بزرگی ازی پیش تمام مجاهدین لمس میشه و تمام مجاهدین امرای جناب مارشال صاحب یک رفاقت خاص داشتن. به این قسمت بسیار ما نگران استیم، ولی از اصل گپ ما انشاءالله هیچ خلایی را نمیبینیم، هیچ مشکل انشاءالله نخواهد بود. انشاءالله امرای الله امرای ماست و برای هر مجاهد تسلیت هم عرض میکنم از لحاظی که وفات شده. بیندو عزیز، ادامه این برنامه ما را پس از یک وقفه کوتاه فراموش نکنیم. به ادامه برنامه ما خوش آمدید. آقای زیایی، خب شما از جبهه اندراب یاد کردین، جبهات دیگر را که آقای مارشال فهیم در زمان جهاد مسئولیتش به دوش داشت کدام مناطق بود و چه دستاوردهایی داشتند؟ بسیار تشکر. خوب است که ما هم گوشه ای از کارنامه های نظامی شه به بحث بگیریم و هم روش و اسلوب سیاسیش اگر اشاره کنیم بده نمیشه. طوری که من گفتم، مارشال صاحب در کل جبهات در یک مشارکت با قهرمان ملی افغانستان مشارکت داشتند که هیچ جبهه از زیر پوشش و مدیریت ایدو به دور نبود. در هر جایی که یک سنگر گشوده می شد، طبیعتا اگر خود عامر صاحب دوجه رسیدی کرده نمی تونست، باز مارشال صاحب مدیریتی از او را برای استمرار از او در همه اوقات عرق می ریختند. به خصوص که بعدا جبهه در تخار گشوده میشه، فتوحات در تخار در دور روسها میآید، فتوحات در کندوز در دور روسها میآید، جبهه بدخشان وصل میشد به تخار و به قندوز و بخش پرون و کاپیسا هم به جای خودش که انشاءالله اگر فرصت بود که خدمت شما باز خواهد گفتم. این جبهاتی بود که مارشال صاحب محمد قسیم فهیم دوامدار در اوجه برای مدیریت کارهایی که داشتن امرای مجاهدین برای سنگرداری و برای پاسداری، برای رباط بسیار کامل که بزرگترین عبادت در دین مبین اسلام هم امور رباطداری آمدگی است. مارشال صاحب عجیب طبیعت داشتن. وقتی که مجاهدین در سنگر می رفت، در هر سنگری که 4-5 نفر مجاهدین می بود، در امو حالتی که وقت خواب و نانش برابر می شد و این فرمایشی نداشتن که دو سنگر جای بروند، جای خواب خود دیگه جا تهیه کنن و یا نان خود دیگه جا بگیرن، فقط در مو سنگر هر چیزی که از مجاهدین می بود امرایشون مصرف میکرد و اگر بستری سفری می بود یا اون کمپل و شال می داشت اونجا استراحت میکردن. به این انداز امرای مجاهدین سرنوشتش گره خوردگی بود. جبهات صفحات شمال بیشترینه مدیریت تقریبا مقاومتیش به دست مارشال صاحب محترم بود، خدا مغفرتشون بگردونه. مارشال صاحب نه تنهایی که گوشه ای از کارنامه های نظامی شه که ما بگیریم، خود در طول شما میفهمی 30 سال جنگ تقریبا حرکات متعدد داشتند که از سالنگ ها گرفتگی تا بغلان طوری که یادآوری کردیم، تا همون طور به پل خمری بگیریم، تا جبهه که فرامرزی پنچیر میشه به نهرین و به بغلان و به کجا سنگرها گشوده میشه، این یگانه
اخلاق و روش زعمای جهادی آن دور بودند که کار کرده تانستند. دوره که ما پیشترم خدمت شما داوری کردم که سرنوشت با مجاهدین چنان گره خورده بود، قهرمان ملی افغانستان در تربیت افراد بسیار رول عمده، مهم و بسزا داشتند. با مو رقمی که شما در جریانش هستی، تیمی از بچه های کمندو که امرای شخص قهرمان ملی در او زمان پاسداری میکردند و برای نگهداشت از او محل و قماندهی که عمر صاحب میرفت امرایشون یک جایی میبود، بچه های کمندو بلا وقفه و بلا ناغه از طرف سباهی تلاوت قرآن کریم میداشتند و همچنان به درس تجوید اشتغال داشتند که تجوید میخوندند و بعد از او به دروس حدیث و آیات دیگری که قابل او زمان به جهاد و بالاخره به حرکت ها ارتباط داشت و را ترجمه بکردن. این مدیریت هایی بود که متأثر از مدیریت بسیار کارای قهرمان ملی در تاثر جبهات بود و مارشال صاحب محمد قسیم فهیم یک تن از شاگردان بسیار ممتاز شاخص و شاگردی که تانست در طول حیاتش بعد از قهرمان ملی امور رقمی که قهرمان ملی جبهات حفاظت بکنه مردانه حفاظت کرد. امور روشی را که در عمق سیاست قهرمان ملی داشت که قهرمان ملی را شما میفهمه که یگانه چیزی که بد میبرد عصبیت بود. قهرمان ملی در همه اوقات افغانستان برای افغانستان شمول میخوند. در بین پشتون و تاجک، هزاره و ازبک هیچ دیدگاه امتیازدانه و تمایزانه نداشتند. مارشال صاحب محمد قسیم فهیم امور روش انتخاب کردند. یک گوش از امورات سیاسیش هم خدمت شما من برز برسانم. در اولین حکومت آقای کرده شما شاهد حال هسته که چند چیز بسیار کلان در جبهه مجاهدین تغییر میخوره. یک چیزی بود که گفتندمی پولهایی که در دور حکومت استاد ربونی از همه ناچل شوه، در حالی که در دنیای دیگر قانون بری است که پول زمان ناچل میشد که به اندراس میروه، به کهنه شدن میروه، باز بانک آهسته آهسته او را جمع میکنه. وقتی که توطیه پاکستان در عقب این گپ بود که پول باید نابود شود و جبهه شمال حرکت میکنه، در این اختلاف در بین حکومت و در بین جبهه شمال و زمان میگفتن میایه و مارشال صاحب محمد قسیم فهیم با عمو متانت درایتی که داشت مشوره داد که نه، امیو که میگن پول سابقه جمع شود جمع شود. قدمه دوم که مسئله دایاک پیش اومد، دایاک هم که توطیه بسیار کلانی در پشت سر از پاکستانی ها بود که منحل ساختن اردو در زمان اولین حکومت مجاهدین بود، بعد در توطیه دایاک جمع کردن اسلحه مجاهدین از دستشان و او را هم که آمریکایی ها ظالمانه همه را ذوب کردند. این را هم مارشال صاحب گفت که ما هنوز در حکومت آمدیم که نمی شود که با همه چیز پنجه نرم کرد، یا که میگن که دایاک بریم به طرف دایاک. این هم قبول شد. بعدا ما میبینیم که در دور حکومت استاد ربونی سرود ملی که واجه هایش پیوستگی که همه به الله اکبر دارد، لیکن یک گپی است که به زبان دری است. اینجا پاکستان در پشت این حربه قرار داشت، گفتن که ما برادر امی زبان سرود ملی را تا به زبان پشتونه باشه ما قبول نمی کنیم. این زبان سرود ملی در گذشته به زبان فارسی جور شده. مارشال صاحب که در یک مشوره بسیار کلان در پنجشیر این گپ در بین اقوام اشاعر از اقوام بسیار کلانی که از کاپیسا و پروان و تخار و بدخشان و تا مزار و تا سمنگان جمع شده بودند، گفت که ما ایج توطیه است. ما زبان پشتو هم زبان خود ما است و زبان دری هم زبان خود ما است. ما در ایج اگر ما میگویم که امی سرود ملی به زبان پشتو شود، برای ما کدام عیب نیست، لکن جلوی بسیار کلان یک توطیه بزرگی را ما از پاکستانی ها میگیریم که اونا میخواهند در بین خدا نکنه که یک اختلاف بسیار کلان در بین شمال و جنوب بیارند. این ظرافت های سیاسی مارشال صاحب مرحومی بود که با عمود درایت و سیاستی که داشتن تا به حال وزر نرمال در بین برادرهای دیگری حفظ کردن. تشکر بیندای عزیزم. کارهای تکنیکی ما یک گزارش تصویری در مورد زندگی نامه آقای مارشال محمد قسیم فهیم تهیه کرده که اما کارهای تکنیکی ما کامادان تا لحظات بعد این گزارش تصویری به نشر خواهد رسید. آقای بریالای، خوب در پیروزی مقاومت و جبهات مقاومت افغانستان نقش مارشال فهیم در چه سطح بود؟ پیروزی مجاهدین که بعد از مقاومت به کابل آمدیم، جناب مارشال صاحب در راست وزارت امنیت و مسئول عمومی
قطعات یا مجاهدین قرار داد در کابل، تمام آن قطعاتی که در شمال و جنوب و شرق و غرب کابل مصروف بودن که در او وقت تعداد از گروپای حزب اسلامی و بعد دیگرا در مقابل دولت یا مقاومتگرا ناهم دانستند که یک قسمت جنجال بندازند و مشکلات خلق کنند، که ما هم در جنوب کابل در وقت بودیم. جناب مارشال صاحب در وزارت امنیت به حیث وزیر امنیت بود و در راست تمام قطعات بود که مرکزیتی در کوی تلویزیون می بود، دائم در سوق اداره می بود و در جبهات خودش می آمد و با مجاهدین دائم در تماس بود. و در او زمان ما فکر می کنم با وجودی دیگه قهرمان ملی کشور حیات داشت که در دیگه جبهات هم مصروف بود و به کابل هم می آمد، مگر نقش مارشال صاحب در کابل و در جبهات که مربوط به کابل بود بسیار ارزنده بود و تمام قماندانایی که مصروف جنگ بود، جناب مارشال صاحب مثل یک زنجیر اینا را روابط داده بود، یکی با دیگر روابط داشت و جمعاً با خودش روابط داشت. هر روز پنجشنبه تمام قماندانا را به گروپ گروپ از هر جبهه میخواست، همراه یا ملاقات میکرد، اینا را دستور میداد و اینا را مشوره میداد و حتی مشکلات ها را حل میکرد. هر کسی هر چیز ضرورت میداشت از مسئله و مهمات، هر چیزی که در جبهه ضرورت میداشت، هر روز پنجشنبه برنامهش بود، فقط در یک نقطه خودش میشست و گروپ گروپ میخواست قماندانا را همراه یا مشوره میکرد. و خوبی جناب مارشال صاحبی بود که شکل رفاقتی داشت با کلگی. اگر امروز هر قماندان که در جبهه با مارشال صاحب بوده باشه شما پرسانش بکنی، او با وجود کلان ما بود، با وجود که رهبر ما بود، قماندان ما بود، مگر هر کس یک پرسان کنی میگه رفیق ما بود. هر کس یک شما پرسان بکنی میگه مارشال صاحب رفیق ما بود. مثل اینکه مولوی صاحب و استاد هم در جریان است، مارشال صاحب با هر کس یک تیپ رفاقتی داشت. اصلا ای تو فکر نمیکردی که معاون رئیس جمهور است، ای تو فکر نمیکردی که یک مارشال افغانستان است، ای تو فکر نمیکرد پیش خود که ما مثال فامیلی اینا کسایی هستند که تربیه دست ما و تربیه ما از مکتب احمدشاه مسعود اینا فارغ نیم. فقط با خرد و کلان یک سیستمی داشت که سیستم رفاقتی، با هر زمانی که ما با ای میشتیم فکر میکردیم که با یک رفیق بسیار نزدیک مشتگی هستیم و با ما همین یک تیپ رفاقتی داشت. تشکر. و می شکل جناب مارشال صاحب تانست که با می اداره که داشت، با همی سیستمی که داشت، یک اداره بسیار قوی بسازه. با وجود اینکه بحث بکنیم تر یک نقطه که بعد از شهادت قهرمان ملی مثل که ضیاء صاحب و دوستا در جریان هستن، یک سنگ بسیار کلان نامیدی در دل مقاومتگرا خورد، چون وضعیت شکلی بود که دشمن هم قوی بود، در وقت برنامه هایشان بسیار قوی بود، جبهه هم خرد شده بود و قسمت شمال هم جنوب شکست کرده بود و قسمت شمال کابل هم حملات دشمن بسیار شدید بود. در این وقت قهرمان ملی کشور شهید شد، مگر جناب مارشال صاحب وقتی که این مسئولیت عمومی را به دست گرفت، ما به این عقیده بودیم که انشالله فامیلی این توانمندی را داره که جبهه را نگاه بکنه و به کلگی ثابت شد که همین مدیریت جناب مارشال صاحب و همین روابطای با جمع مجاهدین بود که تانست جبهه را نگاه کنه و جای قهرمان ملی را قسمت پر بکنه. و همچنان نقطه دیگه را که باید یادآور شویم، شما در جریان هستیم، افغانستان یک طبیعت داره، هر کس که به قدرت میرسه بسیار مردم از او آزرده میشه، بسیار دوستایش از او دور میشه. مگر در قدرت و در اداره جناب مارشال صاحب ما فکر میکنم که گروپ های مختلف با جمع شدن، تنظیم های مختلف با جمع شدن، کسای فعلا با مارشال صاحب روابط داشت و چشت برخاز داشت که 10 سال 5 سال 20 سال اینا در یک جنگیده بودن، مگر امروز اونا دوست بسیار نزدیک مارشال. تشکر بیندای عزیز. گزارش که پیشتر ما در مورد بیوگرافی آقای مارشال فهیم گفتم، اکنون هم کارهای تکنیکی ما آماده نشر کرده، بعد از امی گزارش تصویری با ما باشید. محترم مارشال محمد قاسم فهیم فرزند مولوی عبدالمتین در سال 1336 خورشیدی در محله اومرز ولایت پنجشیر زاده شد. آموزش های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و در سال 1349 به خاطر پیشبرد تحصیلات عالی وارد مدرسه دارالعلوم عربی کابل شد. محمد قاسم فهیم پس از کودتای 1357
غرض اشتراک در جهاد بر ضد قوای شوروی به پاکستان هجرت نموده، اما پس از اقامت کوتاه در اول حمله 1358 واپس به افغانستان آمد و مبارزه مسلحانه خود را در منطقه شیگل ولایت کنر آغاز کرد. در تابستان سال 1357 موصوف وارد دره پنجشیر گردید و در زمینه ایجاد هسته های جهاد و مقاومت همدوش با احمد شاه مسعود ابتدا در پنجشیر و بعد در سایر نقاط کشور همت گماشت. وی به حیث فرمانده مجاهدین در ولسوالی اندراب ولایت بغلان نیز ایفای وظیفه نمود. محمد قاسم فهیم در سال 1360 در رأس یک هیئت عالی رتبه مجاهدین با ولایات شمال شرق، بدخشان، بغلان، تخار و کندوز جهت بسیج مجاهدین در چارچوب شورای نزار سفر نمود و در این راستا نقش مهم و ارزنده ای را ایفا کرد. محمد قاسم فهیم در سال 1366 به حیث فرمانده عمومی مجاهدین در شمال کابل مسئولیت نیروهای مجاهدین را به عهده گرفت و در سال 1368 به خاطر گسترش و انسجام بیشتر نیروهای شورای نزار به ولایات شمالی مزار شریف، جوزجان و فاریاب سفر نمود و به موافقت‌های دست یافت. محترم فهیم پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و پیروزی مجاهدین در 5 ثور 1371 در رأس نیروهای مجاهدین وارد کابل گردید و در همین سال به حیث وزیر امنیت کشور مقرر شد و با ستیره طالبان در سال 1375 مدت کوتاه به حیث فرماندهی عمومی نیروهای مقاومت در ولایت شمال کابل ایفای وظیفه نمود. محترم محمد قاسم فهیم پس از شهادت احمد شاه مسعود در 18 سنبله 1381 فرماندهی کل نیروهای دولتی و مقاومت را به دوش گرفت و به تاریخ 22 عقرب 1380 به همکاری نیروهای ائتلاف بین المللی وارد کابل گردید. محترم فهیم پس از برگزاری کنفرانس بن و ایجاد اداره موقت به حیث معاون اول رئیس اداره موقت و وزیر دفاع ملی تعیین شد و به تاریخ 15 ثور 1381 خورشیدی به پاس خدمات ارزنده و نقش همه‌جانبه‌اش در آزادی کشور بلندترین رتبه نظامی کشور یعنی مارشالی را دریافت نمود. مارشال محمد قاسم فهیم بعد از لویجرگه اضطراری برای بار دوم به حیث معاون اول ریاست جمهوری و وزیر دفاع ملی کشور تعیین گردید. موصوف به دریافت مدال احمد شاه بابا نیز مفتخر گردیده است. در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معاون اول جلالت مآب حامد کرزی تعیین شد و بعد از پیروزی در انتخابات به حیث معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در 29 عقرب 1388 حلف وفاداری یاد نمود و نسبت مریضی که آید حالش گردیده بود وفات نمود. با ادامه برنامه ما خوش آمدید. آقای لبیب، خب شما نقش مارشال محمد قاسم فهیم در پیروزی مقاومت علیه گروه های طالبان چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر نقششان نقش برازنده بود؟ در این مورد باید گفت که یکی حرب است، یکی جهاد است، یکی انقلاب است. از دیدگاه شریعت جهاد مقدس تر است و وقتی مقدس میشه جهاد که شرایطش هم فراهم شوه، جناب مارشال صاحب رحمت الله علیه شخصی بود که علم را فرا گرفت، علوم اسلامی را فرا گرفت. وقتی که علوم اسلامی را فرا گرفته بود، به اساس یک هدف و به اساس علم ای حرکت کرد. حرکت از تمام ملت زن و مرد جهاد کردند، ولی از تعداد جهادشان به این شکل بود که طور مثال کسی از جای دورتر بیاد سرد خورده باشه، جمپه را بپوشه که دیده که سرد خورده، دیگرا او را که دیدن که جمپه را پوشیده یا هم بپوشن. این آدم شعوری جهاد را آغاز کرد، بونمو اساس پیش رفت و شجاعت بزرگی که داشته هم به اساس اونمو علم و دانشش بود که در پهلوی ازی که
او آدم عالم بود، چیز فهم بود، هدفمند بود، شجاعت هم از پیغمبر علیه السلام درک کرده بود، به می اساس تأثیری از این نهایت قوی بود و در هر جایی که اونا می رفتن بنا هدفی که داشتن و فکری که داشتن عاجل پیادش میکرد. قسمی که جناب رئیس عرض کردن که اونا حلقات درس را ایجاد میکردن، اونا حلقات درس های مختلف را ایجاد میکردن، ایجاد درس و موجودیت علم، فهمیدن شرایط جهاد و مجاهدت، جهاد را گسترش میده و مردم را بسیج میسازه، مردم را قوی میسازه و قوی ترین چیزی که در وجود ازی رحمت الله علیه بود امین موضوع علمش که در پالوی علم دیانت و قوی ترین گپی که ما در اینجا داریم علم با عمل. علم با عمل در رأسش همیست که انسان ایثار داشته باشه و میخوانه که شما جهاد بکنین و خودش من حیث یک عالم دینی در سنگر شروع میشه، در حالی که بسیاری از علما در وقت کودتا و بعد از کودتا حتی تا ختم نظام نجیب با نجیب بودن ولی هیچ نوع عملی نکردن و هیچ نوع احساسی نداشتن. ایره چی وانگذار کرد که یک بچی خرد بود در زمان از مدرسه را رها میکنه یا قسمتش علم میره به طرف جهاد و در و جهاد به شکل میره که از کنر آغاز میکنه، چون علم میره فهمانده بود که کنر و بدخشان و پنجشیر بیشمای گپی نیست، کلش وطن ماست، کلش مردم ماست، هر جایی که ما مجاهدت کنیم مسئولیت ما ادا میشه. اینمی موضوعش که اوناها به اساس علم شروع کردن اینجا جهاد. اگر یه علم نباشه، هدف نباشه، باز ما او را جنگ میگوییم، باز ما او را انقلاب میگوییم، او تأثیر باز نمی داشته باشه. و ما امیدوار استم که امین مجاهدت های چند ساله ای که اینها داشتن به اساس علم بوده، پروردگار عالم را قبولش بگردانه، پروردگار عالم از جمله مجاهدینه که به واقعیت جهاد کردن، که پیغمبر علیه السلام میگه که دو چشم است که او دو چشم آتش سوختانده نمیتانه، که یک چشم است که از ترس خدا گریه کنه و چشم است که پیره کرده باشه. من گمان من است، اعتقاد من است که از جمله اونمو چشمایی که پیغمبر خدا توصیف کرده است چشم جناب مارشال صاحب مه، بساسی که جهاد را بساس علم شروع کرده. و پیغمبر علیه السلام میگه که او قدمی که گرد آلود شده باشه با گرد جهاد، او قدم با آتش دوزخ نمیره. کدام قدم؟ او قدمی که به اساس علم گذاشته شده باشه، به اساس فکر گذاشته شده باشه، به اساس شجاعت گذاشته شده باشه. امیدوار هستیم که خداوند قدمی عظیم از قدمهای بگردانه که از آتش جهنم دور شوه و چشم زیره هم از چشمهای بگردانه که از آتش جهنم دور شده باشه و خداوند اونمو نیتش را، اونمو دیانتش را، اونمو علمش را، اونمو مجاهدتش را برکت زیر سر ما هم بندازه که ما هم بتانیم برزمیم. بخاطر ازی که پیامبر علیه السلام میگه که جهاد تا روز قیامت دوام داره، جهاد قطع نمیشه. خدا ما شاگردان زیرا هم توفیق بده که در قدمش قدم بگذاریم، اهدافش را پیش ببریم. تشکر آقای زیایی. خب بعد از شهادت احمد شاه مسعود و سپردن تمام نقطه فرماندهی به آقای مارشال محمد قاسم فهیم، شما که در آن زمان با آقای فهیم بودین، برخورد آقای فهیم بعد از این که آقای احمد شاه مسعود به شهادت رسیدند و شهید شدند و مسئولیت تمامش به دوش آقای فهیم بود، چگونه برخوردش چگونه بود و کارکردشان در اون زمان در زمان مقاومت چگونه بود؟ شما بهتر میدونه که یکی برخورد فردی است، اون برخوردی که با سایرین مجاهدینی که در اطرافش بودن، اقوام و عشیره که به استقبال مارشال صاحب بیامدن، و یکی برخورد سیاسی است. برخورد اجتماعی و روابطش طوری که می دوستا هم گفتن با هر یک که رابطه داشت فکر میکرد که رفیقش است. برخورد سیاسیش ما میبینیم که بعد از شهادت قهرمان ملی هیچ تکان دیگه جبهه نمیخوره. و نمو هدف ایره که قهرمان ملی داشت که دوباره ما دشمن میزنیم، فاتحانه داخل کابل میشیم. و نمو مسیر مارشال صاحب بعد از شهادت قهرمان ملی طی میکند، میپیماید،
فاتحانه و قهرمانانه داخل کابل می شود. او سیاستی را که احمد شاه مسعود شهید در سرش می پرورونید، در همه اوقات شعارش بود که افغانستان خانه همه افغان هاستند، در افغانستان هیچ کسی برتری ندارد الا کسی برتری دارد که او به تقویش است. مارشال صاحب محمد قسیم فهیم عین اونمو هدفی را که اونا دنبال میکردن دنبالش کرد. ما در برخوردهای سلیقوی سیاسی، در برخوردهای اجتماعی، در برخوردهایی که دشمنها تقریبا تبلیغات کردن یا تبلیغات میکنند، بلا شک که مارشال صاحب هم تقریبا که یک آدم در طول 30 سال خدمت به یک طرف کرده باشه، دشمنان خیلی خطرناک هم دارند اینا. برخوردش در افغانستان برخورد سلیقوی نبود، برخوردش برخورد افغانی و برخورد دینی بود و شعارشون هم همیشه می بود که جوانایی که بعد از ما، که اگه اون وقت ای که پیاداوری میکرد، بعد از ما جوانایی که داخل سیاست میشوند حداقلش صابر باشند، حداقلش منهج سیاست بفهمند، با موشی که بایی و متانتی که ما حکومت اداره کردیم اینا اداره بکنند. ای از جمله دروسای روزمرهش که در صدارت یامیششتن دیگه پای سر زبانشون بود. هر آنچه که بیشتر برای ملت مسلمان افغانستان مهم است ای است که بعد از شهادت سران جهادی و بعد از شهادت کلونها که یکی پس دیگری رفته را ایستن، جای خوشحالی برای او دشمنای نشود که اصلا بیگانه نگر باشند و در افغانستان با همو بیگانه نگریشان خوشحالی به شهادت جناب استاد ربانی کنند، به شهادت قهرمان ملی کنند یا به پدرود گفتن مارشال صاحب بکنند. ان شاء الله جای از یاره، خلای از یاره، نسل جوان پر میکنند. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در بس کنیم و بیندای عزیز. برنامه های ویژی ما همچنان ادامه داره. در این بخش ما شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.